ولی این همون بارگه بود که داره بودن. این همون بارگه گرفت و اعتراض کرد. گفتم نه بابا نمیشه که بابا بلند سرتی که همیشه هم میگی این کارو بکنی. اینا چی؟ میشه. اینو رده بهش کامر بابا چشم اینو میزنم. اینا رو گفته بودم موزه کنه نه. مهم نیست. اینم پاستیدن همش. سلام آقا ناده. سلام. به آقا ناده. تیپ زدی؟ بلند روش فیلم جدید آورده باز؟ شما ما رو خواستی من بعد از شما صحبت میکنم. پول میخوام. تو مگه هفته پیش دستی از من پول نگرفتی؟ چی شد؟ هیچ. توتون ریختم، رول کردم، دود کردم. خواهر برادر لنگه هم دیگه. تو از یه ور منو میتیخی، اون از یه ور. برای گرفتن یه ذره ارث پدری چقدر باید به تو جواب پس بدم؟ بذار یه چیزی رو در مورد ارث پدریت بهت یادآوری کنم. ارث بابای جنابالی یه تیکه زمین بود با 4 تا تیر و تخته که من سرباش کردم و الانم که نصف مملکت تعطیل یا اعتصابه، باز منم که در این معدن رو باز نگه داشتم و باز تاکید میکنم که منم که دارم اینجا رو میچرخونم. فهمیدی؟ من نوکرتم. خوب شد نوکرتم. پول لازم دارم میرم شهر. خیتم نکن. اینم روش. بیا. تو همه پول تو یه جا خرج نکن، بذار تایجیبت حداقل یه چند دقیقه بمونه. حواسم هست. معلومه. نادر یه چیز دیگه به خواهرت نازبانو بفهمم که تو اهل زن گرفتن از این روستا نیستی. ناسلامتی تو برادر عروس خانی برای ما افت داره. تو این وضعیت که دختر شهری رو من نمیدونم، ولی حالا میفهمم این همه نگرانی برای برد و باخت من برای چیته. نگران نباش، اگر زن بگیرم باشم سراغ دختر تایه نمیرم. خوشم اومد. هنوز مخت اونقدر تعطیل نشده که نفهمی چه خبره. بله تو فکر کن که حالا منی که اصلا طالب قضیه نیستم از میدون بدر کرد. با رقیب جوون شهری تکلیفت چیه ها؟ هنوز مادر نزاییده رقیبی برای من. که اینطور بد میشه، خیلی بد میشه. نازبانو بفهمه. البته من دهنم قرص دارم. آره خب تو میشه آش نخورده و دهن سوخته. آش نخورده نمیمونم. بعدم اینقدر به من تیکه ننداز. من اگه فیلم یاد هندستون بکنه حتما حواسم هست که زنم خواهر شما نازبانو و 2 تا دخترامم موقعیتشون درست و مناسب باشه. اینجوری هم برای من بهتره، هم برای اونا، هم برای شما. باشه بریم ببینیم چی میشه. ولی من که میدونم هیچی نمیشه. یه آشی برای تو بپزم که یه وجب روغن روش بشه. میدونی چند وقت همش فکر ذکرم، آخر عاقبت سیروس منه. آخه من دیگه الان پیر شدم، نمیتونم مثل سابق ضبط ربطش بکنم. مردم های حسودم که میبینی همش دهنشون بازه که پشت سر جوانای عذاب حرف بزنم. سیروس منه که خیلی کمالات داره دیگه. تازه سردوشی جدیدش بگیره دیگه، ببین چقدر راجع بهش حرف بزنه. الان چند وقته به فکر اینم، گفتم یه زن براش بگیرم خانواده دار باشه، خوشگل باشه، کمالات داشته باشه، شهریم باشه. میدونی فرنگیز جان، گفتم تو بیای اینجا با هم دیگه بشینیم یه مشورتی بکنیم. ببین تو کسی رو سراغ نداری برای سیروس جان من؟ بفرما بفرما، نسوزی دختر جان. که با این حرف بزنم که داره زندگیشو به هم میریزه. چه خبرتونه؟ الان میندازمش بیرون، شما نگران نباشید. خبر داری یه نفر داره آتیش میندازه تو زندگی تو؟ خبر داری؟ بیا تو. بیا بشین. از منزل ملوک دلاک میام. شما هنوز سر قولتون هستی؟ هرشب ملوک خانم تصمیم گرفته به پسر خودش دختر آفتاب مهتاب ندید بده. شهری این همه سال به پای سیروس نشست. الان اینا رو برای چی میگی؟ چه ربطی به زندگی من داره؟ خب شما قول دادی به من کمک میکنی. خب الانم میکنم. یعنی واقعا فکر میکنی از پس اون ملوک دلاک بر نمیام؟ حالا واقعا بر میای یا برای دلخوشی من میگی؟ این حرفایی که اون بیرون میزدی راجع به زندگی من چی بود؟ برزوخان افتاده دنبال میجان. تو این از کجا فهمیدی؟ مدام پیشه، خبرشو دارم. من که دستیار طبیب هم، هی از این منزل به اون منزل میرم، همه اینا رو میشنفم. شنیدی؟ یا اینکه دیدی؟ چند وقت پیش این دختره با بهانه دلدرد برزوخان رو مجبور کرد که اینو بیاره طبابخانه. دختره برزو رو مجبور میکنه؟ سیروس میگفت داشتن دنبال جنازه ها که میگشتن، برزوخان دل تو دلش نبود که زودتر کارا رو ول کنه بره دنبال دختره. اون وقت تو اینا الان داری به من میگی؟ اما خودم گیج‌وگیج بودم خانم جان، من چی میدونستم؟ اینو معاینه کردم دیدم همش دروغ، این دلدرد نداره. فهمیدم فقط میخواسته خودش رو شیرین بکنه تو دل برزوخان. فقط تا الان حرف نزن، گوش کن ببین من چی میگم. حواست به این دختره باشه. اگه چیزی شنیدی یا دیدی اول باید به من بگی. چشم، خیال شما راحت. فقط خانم جا این ملوک حرف نزن. قضیه ملوک خودم حل میکنم. تا کاری که من گفتم انجام بده. چشم. الان پاشو را بیو فکرت، پاشو. بره دنبال رمان. چشم خانم چشم. شما برای چه آمدی میرون؟ برو به کارت برس. بریم تو ببینم. خدا بخیر کنه. خرسن زای سر خورو با باد بده. مایه کسی بهش شک کرده؟ نه هنوز. نمیدانم چی کار میکنم. قرار بود بره معدن خودشو نشون بده، یه بهونه بیاره برگرده. موندگار شده. خب لابد هنوز بهونه ای پیدا نکرده. باید باهاش حرف بزنم. تایه جانم، چه اصرار داری بره؟ خب اینجا جاش امنه. بگیرنش سرش میره پای در، آتیش هم میفته به زندگی من و تو. خانم جان این خطو ببینین، خطو ببینین، این خطو ببین. آیا بیدین، آیا بیدین. عجبا نازبانو خانم جان، این شوهر شما دست بردار نیست، تمام فکر و ذکرش این دختر است. نگاه بکن این خطو، نگاه بکن تا کجا اومده، همینجوری دنبالش میره، تازه بیشتر از غم شده. خب اینا رو که خودم میدونم، چیکار کنم؟ من نمیدونم خانم جان، این طوری که برزوخان به این دختر دل بسته، نمیدانم بشه کاری کرد یا نه. تو که گفتی هر کاری بخوای میتونی بکنی. من که میتونم خانم جان، میتونم، ولی خب یه خورده دیر شده دیگه. من کی آمده بودم اینجا؟ خیلی وقته. خب یه خورده زمان گذشته دیگه. خودم میدم میکشنش. صبر کن خانم جان، صبر کن، صبر کن. آیا بیدین اینجا سر یه مار افتاده. خب فکر کنم باشه یه کاری کرد، میتونم یه چیزی بنویسم بندازی تو زندگی این دختره. البته کار سختی ها، خیلی سخته، ولی خب من تلاشمو میکنم. بنویس هر چی لازمه، بنویس این دختره دست از سر زندگی من برداره. چشم، مینویسم خانم جان، مینویسم. یه بلای سر این دختره من بیارم، زلیل با مرد. اسم مادر چیه خانم جان؟ چی میدونم؟ شوهر منم رفت عاشق یکی شده که پدر مادر نداره. عیب نداره، خودم درستش میکنم، نگران نباش. حالا اگه ندونستم پدر مادرش رو، باز جواب میده؟ البته خطرش بیشتره ها، ولی خب به امید خدا درست میشه. هر کاری لازمه بکن. بلای سر این دختره من بیارم ذلیل بمرد که تمام شد خانم جان. بیا خدا پدر مادرتو ببخشه، بیامرزه. اینا حواستون رو خوب جمع بکنینا، بندازی تو بالش زیر سر دختره، خیلی زودتر جواب میده. اگر نشد نزدیک خانش چال بکنیم، بازم جواب میده. مهم نیست که چال کنه. نه نه فرقی نمیکنه که، اصل اینه. تو شر این دختره را از زندگی من کم کن، من بیشتر از اینا بهت میدم. بچشم، خداحافظ. چقدرم خوشحاله. خوب رگ خواب خانم دستش اومده هی سرکیسش میکنه ها. نصیبه؟ ها؟ این بوی چیه؟ وای خاکمی سر، یه دانه کار به تو سپردم ها. برو زود یه دیگ بردار بیا تا این بره اینجا بوی دود نگرفته. آها چی شده؟ آخری ماغول دست بسوخ، میدست بسوخ. کجا داری میری؟ پیش طبیب دیگه. پیش طبیب لازم نکرده، برو امامزاده. امامزاده؟ دست سوخته، کل دست تاوله. خلیل یا برو امامزاده یا منو همینجا پیاده کن خودم برم. خوش کردن، حداقل بگو جریان چیه. چیزی نشده، لازم نیست، برو امامزاده. راجب میجان ها؟ بزرگی تو شد خدایا. روزی من افتاد دست یه سری آدم از خدا بیخبر. چی میگی؟ آخرم جنازه خودمون از همین آب میارم میدازم. سابق سر زمینه خان کار میکردیم، سهم اربابو میدادیم، یه لقمه نونم میبردیم سر سفره زن و بچه‌مون. خب الان چرا روزم کار نمی‌کنی؟ زمین نداری. آوردن محصول از زمین بلدی میخواد، کار هر کی نیست. دخل و خرجمون نمیکنه دامادم. مگه زمان خانه بزرگ خودتون نمی‌کشتین؟ اون موقع فرق میکرد. اون موقع خان خودش میگفت کی چقدر و کجا بکاره. الان چی؟ الان چی کار کنیم ها؟ تا آخر عمر نمیتونیم ضرر بدیم که. من میگم آخرش که چی؟ میخواید تا آخر عمرتون اونجا توی اون معدن ازتون بیگاری بکشن. پول درست درمونم که بهتون نمیدن، یه روز آوار میریزه سرتون تمام. کسی که باید بگه کی چی کار کنه هیچی به ما نمیگه. خودمونیم و خودمون، مگر اینکه با تجربه بتونیم کاری بکنیم. دامون جان ما توان اینو نداریم 2 سال ضرر بدیم. قربونت برم که شما هیچ کس نیست سر نترس داشته باشه. چرا هست؟ سید مهدی الان کجاست؟ سید مهدی رفت. اون به خاطر ظلم برزخان گذاشت رفت. سمت جان بلند شما. سب کن الان بهتر شد، حالا بهتر نفس میکشی، نگران نباش. من الان میام، دست درد نکنه. معلوم نیست این دختره خیره سر کجا رفته، منو دست تنها گذاشت. اگه تو نبودی معلوم نبود سر این بدبخت چه بلایی بیاد. خدا رو شکر حالش بهتره. آقا میز باش. آخه میگم این سید مهدی رو چند میشنست؟ ببین پسر جان، این ده کوچیکه، باید حواست جمع کنی. حرفا زود دهن به دهن میپیچه، رفته شده از زود لوم میره. همه میخوان تو این دست سر از کار هم در بیارن. آره السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر. Ya Allah قبول بشه بفرما. مگه خودت نمیگی توی لش قرار بوده احسان رو ازت تحویل بگیرن؟ ما الان چاره‌ای نداریم، به خاطر اینکه رابطه داخل شهر رشتمون لو رفته، یعنی اونجا هم نیست. یعنی خودت میخوای اکسل رو برسونی به مرز؟ برای همین اومدم با شما مشورت کنم، گفتم اگه صلاح بدونیم با یکی از این ماشینایی که میره سمت مرز من برم. آخه با این بگیری ببنده ها تو چی میدونی توی مرز چی منتظرته؟ یه چاره‌ای نداریم. ما باید به تهران خبر بدم زندن که بتونن یه جوری ارتباط بگیرم با مرز. حالا چی عرض کنم؟ با وجود برزو و سیروس و نادر کار خیلی سختی به نظر میرسه. من سخت‌تر از اینا رو انجام دادم تا حالا. باشید آمونجا، انشالله که خیره. منم یه استخاره برای شما میگیرم. دست شما درد نکنه. خواهش ممنونم ازتون. خدا پشت و پناهت باشه. پیاده که خیلی دوره، ولی دو روز یه بار مینیبوس آقا رشید میاد توی میدونگاه، همه رو سوار میکنه میبره شهر. شهر برای شما خطر نداره؟ چاره ندارم، بعد برم پست کنه یه نامه رو بفرستم تهران. به شما شک نمیکنن؟ باید خبر بدم اینجا چه اتفاقی افتاده. اگه یه ساعت تو دینا باشی همه میفهمن. نمیدونم، باید یه بهانه گیر بیارم کسی نفهم، مثلا بگم دارم میرم برای خرید یه چیزی. به نظرم فعلا از خیرش بگذاریم. همین الانم خیلی دیر شده، مثلا نمیدونم تکلیفم چیه، باید اینجا بمونم برگردم، نمیدونم تهران برام امنه نیست. خب بده من ببرم. کارتون نیست، کسی به من شک نمیکنه. سلام نیست، نمیتونم این ریسکو بکنم، کار خطرناکیه. مگه من تا الان نرفتم شهر؟ مگه تا الان تو خطر نبودم؟ بگیم نمیخوام بدم به یه غریبه. چی میگی خانم؟ اصلا شما 10 دفعه تا الان رفتی شهر، من حرفم چیز دیگه ایه. میگم سلام، یعنی اصلا نمیشه خانم. متشکرم. باشه. رو به خودت سخت بگیری، باید کمی مدارا بکنی در این مورد. خدمت شما آقا، دیگه فرمایشی نداری؟ اجازه بهش بگو بیاد پیش من. ماهگل بپرس و بگو خان بزرگ میخوام ببیندشون. چشم به چشم. ممنون خان بزرگ، خدا از بزرگی کمتون نکنه. خدا ماشاءالله شب زنده داری یا دیر میخوابی دیر بلند میشی حال میکنی واسه خودت؟ چون زمین گیر شدم فکر میکنی پاخی شدی برای خودت؟ باز چی شده مگه؟ چی میگه زن پا به ماهت؟ زنهای باردار همشون حرف مفت زیاد میزنن پدر من به جور شما بی اطلاع زیر سرت بلند شده این زنهای مطبخ باز اومد حرفای خال زنکی برشون نه من جنس خودم رو خوب میشناسم. و اگه میشناسین که دیگه جای ناراحتی نداره چرا عصبانی میشین؟ من میخوام راهی رو که من رفتم تو بری. اگه راهی رو که شما رفتی بده چرا ما نریم؟ اشتباه کردم. حالا که به ما رسید اشتباه کردی؟ برای تو چه فرقی میکنه؟ راهی رو که من رفتم نرو. خیلی فرق میکنه. فرقش اینه که تاوان اشتباهات شما رو مادر خدا بیامرز من داد. دهنتو دبن. از امشب اختیارات این خانه رو خودم با عهده میگیرم. به اون راز رعیتم خودم رسیدگی میکنم. باشه باشه بیرون برو بیرون از اتاق من خواهیم دید خواهیم دید چای تازه دمه؟ برای شما همیشه تازه دم آقا الان میریزم بریز نگران چرا بده فکر کرده من یادم میره که با مادر نازنینم چیکار کرد کی آقا؟ خان کشتش تو فکر میکنی من بچگی کردم جوونی کردم این وضع زندگیه مرگ خانم توکا اتفاقی بود آقا اتفاقی بود ببین ماهگل احترام شما رو من دارم برای همینم میخوام دستتو بگیرم از این دیوونه خونه ورد دارم ببرمت یه جای دیگه خیالت راحت بسم الله الرحمن الرحیم آقا من جای خواهر بزرگتر شما هستم خب برای همین مثل خواهر بزرگترم دوستت دارم تو در حق من مادری کردی محبت کردی میخوام برات یه عروس بیارم در شأن و منزلت خودت باشه ای خاک بر سر کافر آقا این حرفا چیه میزنی؟ ببین یه عمارت خریدم توی رشت، ماه 4 تا مهندسم جمع کردم، ریختم توش نونوارش کنم. جان تو آقا این حرفا رو نزنیم، دل نازبانا خانم میشکنه. من زنم میفهمم و شما رو دوست داره. دوست داره؟ این منو دوست داره؟ اون دوست داشتن بخوره تو فرق سرش. منو انداختن گیر خودش و اون داداش لاوالیش. آقا من میگم میخواین پاشین یه آب به سر صورتتون بزنین بلکنم حالتون بهتر بشه. ها؟ حالم خوبه؟ چرا؟ حالم بهتر از این نمیشه. ببین اینو بذار به تو بگم، آدم میتونه همزمان 2 نفر رو دوست داشته باشه. نازبانو احترامش واجبه سر جای خودش، اما خب من میتونم کسی دیگرم دوست داشته باشم. چه اشکالی داره؟ شما 2 تا دختر داری، بچه سومم تو راهه. بچه دلش به پدرش خوشه. بچه دلش به پدرش خوشه، اما پدر بچه دلش به چی خوش باشه؟ من دلم به چی خوش باشه؟ ایشالله پسر در میشی، حال هممون خوب میشه. حال همه خوب میشه. تو هنوز نفهمیدی تو عمارت خان، تو خونه خان همه چیز زورکیه. حتی همین خان منو به زور مجبور کرد که برم این دختر نازبانو رو بگیرم به خاطر معدنش. گیر اون داداش یلا قباشم افتادم. خلیل اصلا خلیل بهتر میدونه، مرد بیشتر میفهمه. خلیل بیا این نمیدونه. ببین اصلا اول زنه که باید مرد رو دوست داشته باشه، بعده که مرد باید زنه همین کاره. مرد اصلا چه تاله عذاب ای جان لپش گل انداخته. من خودم برات تو همین عمارت، نه این عمارت ولش کن، تو عمارت رشت نونوار برات یک عروسی میگیرم 10 تا ولایت بپیچه که چه عروسی خلیل گرفته. کجا داری من داری؟ حالا دیگه بالا برای چی همه من را بیرم به لغتم پایمانی همینجا میگیری میخواه. اینو بگی اینو بگی دهنت شیرین کن شکن همینجا. یواش چراغ روشن کن چشم ببینه. در و دیوار خانه جان بینوشتم یه سمه ای با بانو نباید بوستن می دوشمن بانو میکوچیدی نمشکن و بوستن می دوشمن ای بانو. چیزه؟ چیزی نیست مارجان، چیزی نیست. منم سیروسم مارجان. امشب نرفتی شهر، با اون پسر الدنگ ارباب پای بساط بودی، حالا هم جنازه تو برای من آوردی. مارجان دادوغار ران انداز، سرم بد جوری داری میتره که یه لیوان آب بهم بده مارجان. بیا اگر اختیار دست خودت بود آخر عاقبت دین نبود. چیه مارجان؟ ها؟ بد کاری کردم که نذاشتم سفیدا برداری رو تن مردم روستا بکشی. نه مارجان نه، تو این روستا یه جوری میگن استوار که 100 تا استوار از دهنشو میریزه، اما تو که مارجان منی انگار نه انگار. من بدبخت بگو که یه اون مردم و مشتمال دادم که تو نوکر خودت باشی و آقای خودت، لاقل مثل خواهرت برادرت معلمی حسابداری چیزی بشی، ولی تو آبروی من جلوی مردم بردی، نفری ناله مردم برای من گذاشتی. نخواستم استواری و سروانی تو رو. شیگی بابا فقط ناله میکنی یا آخه من مگه نمیبینی جونمو گذاشتم کف دستم برای امنیت مردم این روستا مارجان؟ توی این روستا آدمی نیست که جریان جنازه رو نشنیده باشه. خب شنیده باشه، مگه من کشتمشون؟ من میخوام این جنازه ها رو پیدا بکنم بدم دست اون بیشرفا. بذار اونا رو سر جاشون، اونا رو برده بذار سر جاشون. اینا رو که برای فرن نخریدی ها؟ مارجان نکنه فکر میکنی که مثلا آجر خورده تو کله من مثلا این علمگار رو واسه فره بگیرم؟ نه بابا جان، بوشو نالو نکن، میخوام بگیرم به خوابم خستم. بوشو مارجان، بوشو تخته سر بنام. می جان حالا تایت چطوره؟ خیلی وقته که دیگه تو روستا ندیدمش. تایت نخوشه یکم بودا سلامتی بوده. حالا شهرشان داری چی بکنی؟ شان داریم می تایره دوه فگیرم. خب کاری داری بگو من تو رو انجام بدم. نه تی دست درد نکنی، خودم کار دارم. تو با من پیش تایت؟ نه خیلی ممنون. بیا بشین ماشاءالله. بگو چه گوسفنده چطور برای مرغ خروس‌ها جا هست؟ فقط برای این گوسفند جا نیست؟ البته سر مرغ خروس فر میکنه. از فردا دیگه بابا خودم یه قدغنه. چیکار کنم؟ تو پولوانتو میدی؟ پس بگو از فردا برای این صندلی جای کنی. چرا بابا؟